ابن القیم رحمت الله علیه یک تشبیه بسیار جالبی دارند در مورد همین ذکر و عدم ذکر میگوید که القلب یصدع به امرین قلب به دو امر مهم در دو مورد تیره می شود سیاه می شود در واقع زنگ میزند الان این دو امری که این قلب را سیاه و تیره می کنند الغفلت و الذم یک غفلت از عبادت دو مرتکب شدن گناه این دو اگر در کنار یک دیگر جمع شدند اینجاست که این قلب سیاه و تیره خواهد شد العیاد بالله اما اینجاست که بنا به گفته ابن القیم میگوید که راه نجات و راه حل در چه می باشد؟ باز هم در دو امر پس اگر غفلتی بود گناهی بود راه درمان در دو مورد و اون هم الاستغفار الذکر سبحان الله یعنی این که برای درمان این غفلت و برای درمان گناه دو امری هم تجویز شده این که استغفار زیادی داشته باشیم ملازم این ذکر چرا که استغفار یکی از انواع و اقسام ذکر میباشد استغفر الله استغفر این سیغه استغفار یا استغفر الله العظیم یا اینکه بگیم استغفر الله الحي القيوم الذي لا اله الا هو یعنی اینکه ما هر کدام از این های استغفار بر زبان جاری کنیم درست و صحیح میباشد همونطوری که عرض کردم این یسر سهولت اسلام پس زمانی که یک فرد مؤمن بگوید استغفر الله کافی است استغفر الله استغفر الله ورد زبانت باش بنا به گفته ابن القیم این درمانی است برای گناه درمانی است برای غفلت کردن و همچنین مورد دوم ذکر الان ذکر به طور عموم از کار در قبل از اين ميان برنامج اشارة داشتم اذكار گفتن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله, الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله صلوات بر پیامبر عليه الصلاة والسلام همين ها اذ اذكار مورد دوم در مورد اه همين مسألة مسئلة استغفار هم این امر مهم اشارة کنم كي الله واحد عز وجل دار قران الكريم بوزها من فرموينت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا توجهوا فرموينت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا این آیات کریمه قرآن کریم به این اشاره دارند که استغفار داشته باشید به فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا استغفار کنید اش این است که الله واحد عز وجل بخشنده و جل مهربان می باشد هر بیشتر استغفار کنید طلب مغفرت کنید الله عز وجل عفوش بخششش بیشترم خواهد یورسل السماء علیکم مدرارا استغفار نتایجی دارد نتایج بسیار زیبایی دارد یورسل السماء علیکم در نتیجه استغفار بارش باران و یمددکم به اموال در نتیجه استغفار این است که شما را از فقر و تنگ دستی رهایی میابید و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات پس اینجاست که در نتیجه استغفار باز هم ضمن عفو بخشش الله واحد عز و ضمن بارش باران و ضمن در واقع رهایی از فقر و تنگ دستی و باز هم کسانی که در واقع از مشکل مشکل نازایی دارند میگویند ما سالیان سال, سال ازدواج کردیم اینجاست که در واقع هنوز الله عز و جل به ما فرزندی عطا نفرموده یکی از درمان ها ضمن مراجع به در واقع پزشکان و بعض اسباب درمان شرعی علاج شرعی استغفار است این فرموده الله واحد عزوجل باشد. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حد سبحان الله خود باری تعالی برای خودش گواهی میدهد در قرآن کریم آیا کسی رازگوتر از من وجود دارد چون این چیزی نیست پس اینجاست که الله از و جل در این آیات کریمه این را میفرمایند در وحله اول میفرمایند که ذکر زیادی داشته باشید ای بندگان من در جاهای دیگر در آیات دیگر و از جمله این آیه الان بحث استغفار است و الله عز و جل می که استغفار داشته باشید تا درمانی برای مشکلات متعددی که داری داشته باشید پس استغفار درمانی است برای این گونه مشکلات و معضلات مشهور و معروف است که به یکی از بزرگان دین شخصی مراجعه کرد و اینجاست که در واقع وارد گفتگو شد و گفت من فلان مشکلی دارم فلان مشکلی دارم مشکلات متعددی مطرح کرد این سوال کننده این عالم بزرگوار در هر کدام از این مسائلی که مطرح شده توسط این سوال کننده برای اینکه من مشکل نازایی دارم مشکل فقر دارم مشکل مصیبت فلان مصیبتی گرفتارم و بالاخره در تمام این موارد نصیحت این عالم بزرگوار این است که استغفار استغفار کن استغفار کن اون تعجب کرد خب نازایی استغفار کنم مشکل مالی استغفار کنم قهدی استغفار اینجاست که این عالم بزرگوار بزرگوار اشاره میکند و استدلال میکنه به آیه کریمه قرآن کریم بله استغفار از نتایجش به فصل الله واحد عز وجل این است پس این آیه کریمه و آیات دیگر در واقع این پیامد مهمی دارند برای تک تک ما بر اینکه از از کار و بی‌وجه از کلمه استغفار چه غفلت نکنیم